ببینید پشمای زیر بغل مارم اسکرین بگیرید جوشه نخورده یه ذره کورس نمون میشه الان میان پاسخ به سوالات جنگ شروع میشه امیدوارم کپی رایت نداشته باشه وگرنه لایف هست بیرون ناناس ناناس بریم بیرون اوه
چه بادی. وای 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 یخ زده. موبایل رو میبره. وای پاسخ به سوال بعد از خیلی بازی شروع میشه. وای 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 همیشه تیپ بزنم آخه چرا 8:55 بود. خب هی دیدم تموم نمیشه بابا، هی تموم نمیشه این آهنگ. وای وای ولی خب اینجوری چیز کنم میتونم کله جوشه رو بخورم و فردا هم حسابی چیز کنم. خب بچه میخوایم الان سوال پاسخ بسیار همیشه قرطی باشم اینجا ما همیشه همه جونه قرطی هستیم. خب چیزه آخه یه زن نفس بکشیم. خب بیایم ببینیم که گشاد لباسم اتفاق یه سری بگه گشاد باشه یعنی من چه لاغر شدم با این توپل مپل این گشاد باشه این ماله. وای 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 تو خود زندگی هستی مرسی زیبا. کوتاشم باشه باشه شروع کنید دیگه یکی یکی بیاد جلو بچه ها لاست رافی بسته. خب از الان روزه از الان روزه تا فردا که میخوای بری مهمونی نه از دیروز روزه هم دیدی داشته چیزم صبونم نه پنیر خوردیم و نه گردوی از دیروز روزه ایم اینجور که ندید بدیدیم دیگه. خب این سوال بعدی. خب بریم جلو. آخه به خصوص این که آذر گفته اسم غذا رو نمیخوام بگم یه سورپریزه. منم به جای حبیب مریم رو دعوت کردم. میخوایم بریم خونه خواهر چیز. خواهر مثلا میرم نوره نوره اونور بهتر بود. یه چلی بگم اینجوری. بابا چلی نوره. رو درست کنم بهتر شد. آره الان بهتر شد. خب بیان ببینیم خبرهای شیراز داری برید تو کانال ببینید دیگه بچه های شیراز. مرسی یکی اومده جارو داره میکنه یکی اومده موهای بچه ها رو داره مرتب میکنه و فافا فردا میاد بعد با موهام پسر خوشگلش. خب بیان چرا ما احمد رو نمیخوام وقتی نمیاد چیکار کنم؟ برید ببینید داشت آیدیش رو پیدا کنید برید. من کسی رو زور بهش زور نمیگم. وقتی که بهش میگم نمیاد نمیاد دیگه. خب خب از آفو چه خبر؟ آفو داره کیف میکنه دیگه توی شیراز. برید ببینید که هر وقت دوست داشتی تو رو ببرم بیارم ات بالا. خب کاری ده سوالاتتون رو بپرسید بچه. یکی چرا پشت یکی از گوشات قرمزه؟ یکی از گوشام نیست دو تا از گوشام اینجا من قرمزه. ببینید این بیماری پسوریازیسه که دارم. بیاید پشت گوشم این ور الان هم چون یه ساعت پیش دوش گرفتم وقتی از دوش میام بیرون قرمزیش خیلی بیشتر مشخص. دو ساعت پیش دوش گرفتم قرمزیش بیشتر مشخصه. خب یک پشت اگه پشت یکی از گوشام بود خیلی بهتر بود ولی پشت دو تا از گوشامه. خب برم جلو. کانال انقدر سخته اد بشم این چه قانونایی بچه. کانال همه میتونن بیان گروه سخته. خب گروه ما تعدادمون کمه 330 خورده این نفر هستن. مسی حالت چطوره؟ مسی بچه ها یه مقدار میگه مثل که کرونا گرفته. خب
نمیتونه برقصم، من هستی من به جات برقصم، معلوم نیست مام کرونا اینجا داره میاد تو آلمان قوقا داره میکنه، مام کرونا اومد باید بهش بگیم که کرونا خوش آمدی. بچه ببینیم چیه این، آه نه نه از این چیزایی چیه، از این خط مدایی چیز نباشه. آره خب گفتم شایدم جن اومده داره ماساژم میده. خب سرکه سیر بزن، نه بابا سرکه مرکه گذاشته، ولی خب حالا سرکه سیب باشه، حالا یه بار سرکه سیب هم داشتیم میزنیم به پشت سرم. خب چجوری بیاین تو گروه بچه ها؟ از همین سمیرا که خب الان کارش اینقدر زیاده که حتی چیز دیروز هم خواست لایو کتابخونی بذاره، ولی خب سگش مریض شد و نمیدونم سگش میگه افتاد و نمیدونم چشمش چی شد و فلان، داشت گریه میکنه ناراحت بود. این شرایط تو گروه بعد اینه که لایوهای بستری رو شروع نمی کنی، فعلا حسش نیومده، نمیدونم کجا باید شروع کنم، نمیدونم. شرایط گروه یکی این که ویدیو مسیج معرفی میدید، اسم، سن، شهر، بعدش عکس تو پروفایلتون، پروفایل تلگرامتون عکس داشته باشه، عکسش برای همه قابل مشاهده باشه، بعد اسمتون اسمی باشه که صداتون میکنیم، اینجوری نباشه که نمیدونم ام گل سرخ، نمیدونم فقط عشق رفت اونجا اومد و نمیدونم یه شعر نوشتی از اینجا تا اونجا شعر ما نمیدونم چی صدات کنه. بعدش یکی هم این که پیجاتون باید باز باشه. حالا من براتون چیزو مینویسم، چیه شماره خودم رو مینویسم، شما میتونید تلگرام که میایید دیگه من سریع اکانت ادمینا رو بهتون میدم دیگه. شرایط هم هست 22823 تلگرام. خب زیبا، خب درسته، خب این پین شد 22823 درسته. زیبا کاش مامان من بود، کاش چی بابا، کاشا رو بود همه میتونم مامان با مامان بابا مامانای خودت من چیکار کرد ول کنی بابا، من مامان کسی نمیخوام بشم، خیلی کار بزرگ بکنم مامان خودم بشم، برای خودم ببینم میتونم حالا کارهایی که میخوام. زیبا چرا اینقدر اسم یکی چه خوشگل شدی امشب دیریم دام دام دارم دام بچه اوپسا امروز چه بادی چه طوفانی دیدید منو داشت باد میبرد، دوباره آهنگو میذارم بعد منو باد ببر. حالا امیدوارم که فقط این آهنگ کپی رایت نشته باشه، کپی رایت داشته باشه این قرت بازی های ما که اومدیم و هم رنگ نمیدونم روژ با این و اینو با این ست کردیم و نمیدونم چی 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 هم میره دیگه. خب صورتیه چیه دستت؟ اومدم یه با این یه کنتراست اونقدر رفتیم و آتاشکالایی که تو خونه داشتم ریختم ببینم، ما هم دیزاینریم دیگه. این یه دونه دستکش دسته، دوتاست میذاری از اینجا که در میاد اینجوری، اصلا نمیدونم از کجا پیدا کردیم و نمیدونم، من که از این چیزا نمیخورم، دیدم تو اون آتاشکالای خودم هست، بودم به این روژه میخوره گودم بیایم دیرم دامدم یک دیزاینی برای خودمون باشه. صورتی گفتم دیگه، ولی خب این چیزه با چیزه دیگه اینجوری چیز میکنن دیگه، نمیدونم چی کار میکنن، از اینا دو سه تا داریم، نمیدونم دو سه تا چیز هست. اونجا مگه سرد نیست؟ اینجا ما یخ زدیم، اینجا ما پنجره رو باز کنم الان منم یخ میزنم توی یه دقیقه، ولی خب حرارت اینجا من خیلی پنجره ها دوتا اونجا پنجره بازه، هوا سرده ولی هوا، ولی من کلن چون حرارت اینجا من اتاق خیلی چیز نداره، ولی حرارتش فکر کنم 20 باشه دیگه، اینجا 18 19 20 باشه، من هوای گرم زیاد دوست ندارم. تونتونم باز میکنم چه کو یکی دیگهش، اون یکی دیگهش اونوره دیگه، نه دیگه خواستم یه ست اینوری هست اینم اینوری بشه اینجوریه، اونم باید برم بگردم ولش کنم. زیبا به کارما اعتقاد داری، کارما مارما رو ولش کنید، اعتقاد الان داشته باشم اگه منظورتون اینه که تونتون جواب بدم دیگه سوالای همتون باشه، که فیدبک این کارای شما رفتارای شما بهتون برمیگرده، بله من به این
بسیار معتقدم و میگم شما هر چقدر حتی تمام این گل گلا نمیدونم طبیعت این اشیایی که هستن هر جوری که بهشون برخورد بکنید اونم فیدبکش به شما برمیگرده. زیبا خواهر تو آلمان زندگی میکنه؟ بله، ولی نمیدونم کجاست، کدوم میشه، از دست من فرار کرده، نمیدونم. از دست من که فرار نکرده، ولی خب به هر حال از دست من چیز کردن که ما هیچیشون نداریم، نمیدونیم شهر کدوم شهره، نمیدونم تلفنش چیه، نفهمیدم، فقط میدونم که آلمانه. زیبا منو بیار بالا. خب حالا صبر کنیم بذار یه سر سوالا رو جواب بدیم، بیا یه سر این وری بیاد ببینم خودم خیلی خم نشن دیگه، صدونه که نیستش. خونه شوفاژ داره؟ بله شوفاژ کفی، اصلا نمیفهمیم شوفاژ چه جوریه. یه درجه حرارت بالام نمیذارم همیشه رو 3، بعدش اون شوفاژ زیریه کفیه. چی میگید؟ یه چی اصطلاح قشنگی تو ایران بچه ها بلدم یاد بدید به منم یاد بگیرم بهتره. منم بخواهر دارم. قربون غریبا، قربون عشقی نشو بابا، چی قربون کسی میشی؟ خود لازم داریم خودمونو. چیه این اصله میگه منو بیار بالا؟ بذار اینو بیاریم بالا ببینیم چیه میگه منو بیار بالا. بیا بالا دیگه، گو لایف با این. بذار بیاد دیگه، از سوالامو خیلی مهمتره. چند بار گاه زیبا بوتاکس کن تا خوشگل بگو که حالا یه سری کارهای اولیه رو انجام بده. آه گرمایش از کف، باری کلمه باری کلمه، ببین گرمایش از کف بنویسن گرمایی. بعدا یاده یکی برای من تو دایرکت بنویسه یا توی تلگرام بنویسه، یادم نه. خب شبیه مامان منی، خوبه، من خوشحالم که اگه مامان تست خوبی داری خب من شبیه اون باشم که تو دوست داری. خب این یکی هستش و بیام سوالا. زیبا جون اگر یه خانواده با چی؟ اگه یه خانواده با هم یا هم جنسگرا بودن بچه‌شون مشکل داشته باشه چطور باید باشون برخورد کرد؟ آها بچه‌شون چرا چیز خودتو میگی؟ یعنی مثلا خانواده‌ات با تو مشکل دارن چون هم جنسگرا هستی؟ اگه منظورت خودته خب بیا اولا که ضمیر نامشخص به کار نبر. اون خانمی که میخواست نشد، نتونست، نمیش آنیبل. بعد خب مشکل ما، همه ما هم مشکل داریم دیگه، همه ما ها با خانواده، حالا یکی مشکلش با همجنسگرایی، یکی مشکلش با نمیدونم دوست پسرش، یکی مشکلش با فلان بهمان، اینها یا مشکل رو میتونی حل کنی، گفتاری میره حل میکنی، میگه این گرایش منه خب و مسئله منه و من در رابطه با زندگی خودم تصمیم میگیرم. اگر دیدی که خیلی اعمال قدرت میکنم خب جدا میشی. وقتی جدا شدی دیگه هی اعمال قدرت، هی بر خودش نرف بزن، بر خودت برو یه زندگی سر. نمیشه که هم موبایل بابا موبایلمو بگیر، بابا لباسمو بگیر، بابا فلان بکن، بعدن اونم میخواد بیاد یه انتقادی بکنه، تو بگی که نه قبول کن منو. نمیشه که وقتی که در رابطه با اونا، وقتی که در رابطه با مسائلت باید بتونی به جایی برسی که خودت در مورد همه مسائل تصمیم بگیری. الان منی که اینجا هستم مطرود خانواده هستم به خاطر اینکه خواستم که کارهایی که دوست دارم انجام بدم. اونا هم گفتن خب ما تو رو محروم میکنیم. گفتیم خب اب نداره، این به اون در دیگه هیچی دیگه، باید یکی یه سبک سنگین بکنی ببینی که کجا میخوای چجوریه، بگو مامان بابا فلان اینا، من اینجوریه میخوام برم برای خودم زندگی کنم. برو برای خودت یه اتاق کوچیکی یه جایی زندگی بکن، بعدش نمیشه تمام قرتی بازیات رو برسی بعدم بگو مامان بابا منو قبول کن. نمیشه. تونتون چه سوال بعدی رو بگم؟ چرا میدونه با اینکه 90% فالوورها بیزارن از تو باز با پوری فلاف باش؟ یکی تو چیزه تو آمار بچه این ایشون متخصص آمار هستن میدونن 90% فلان رو مرسه باشه. خب از خودت بپرس چرا میای اینجا دیگه، تو از خودت بپرس که من هر جا میرم دنبالی، این پیج میرم میای، اون پیج میرم میای دنبال من. برو از خودت بپرس که چرا چرندیات من اینقدر برای تو جذابیت داره از من. خب بچه ها بری این باهاشون تماس بگیرید. خب نمازه. چرا پیامای گروه رو به کانال نمیفرستی؟ به خاطر اینکه پیامای گروه خیلی زیاده،
ما سلکت میکنیم، همه اش رو نمیفرستیم. بعدش هم که کانال من مسئولش هستم، بچه های دیگه حالا یه سری کارهای دیگه میکنم، ولی برای ارسال پیام ها منم که دم بدم. الان من رفته بودم دوش بگیرم، کارام دارم، 10 تا 100 تا کار دارم، اینجا لایف دارم، میدونم اونجا دارن دلن 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 دارن با من حرف میزنن. خب نمیشه که من همه رو بفرستم، که میرم اونجا سلکت میکنم از این. خب زیبا با کدوم مریم میری؟ مریم، آها، مریمی که موامو کوتاه کرد، همون که آرایش کرد و موامو کوتاه کرد و چیز کرده، نصف نیمه دیده نمیشد، فردا اون باشه را از اونجا لایف نمیتونیم بذاریم. ولی خب بذار اشکال نه، بذار با هم شاید. خب خب بیایم اینجا بریم حالا. من با این که همین حرفات رو 90% حرفات رو ولی موافق برسیم، ولی میام و میرم، البته دوست هم دارم باشه. خب این هم یه صورت خبری گفتش. خب خوبه، همون قسمتی که برات اشتراک داری و قبول داری باش چیز کن. ما هم اینجا قراره که سمیرا برای ما از این چیزای رینگ رینگ من بین دم 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 درین بیاد یه ذره نور اینجا خوب بشه. چرا سوتیان نمیزنی؟ چون دوست ندارم و اینکه راحت طلبم. دوست دارم به ایستی لباس تو ببینم. باشه باشه او یه بار باعث دادم ده اول لایب بعدش هم برو اول لایب رو نگاه کن. گذاشتم اونجا چون میدونستم ممکنه یه سریتون بخواین، از اول گذاشتم اونجا که کلی براتونم همه جوره ببینید، دنپایی من ببینید. خب سیبا جون دوباره موهات بلند شده. خب این موهای من بچر میکنی، من فرداش بلند میشه. خب بیا بریم. چرا جذابی زیبا، مرسی، خوش لباسی، مرسی. همش از شما همینطور که میاد دیگه، میاد همینطور لباس. از چه کرمی استفاده میکنی؟ کرم راز نداری بابا. چه کرمی؟ من اصلا نمیدونم چه کرم هایی که یه کرم فوزیه برای من آورده بود، از همین کرم های چیز بود، شب و روزی بود. انقدر که روزش استفاده کردم تموم داره، صبح که میرم دوش میگیرم روز استفاده میکنم، 3 روز در نمیزنم تا روز بعد، تا 3 روز بعد که دوش میگیرم. وقتی بعد از ظهر دوش میگیرم اون شب رو میزنم. اینجوریه دیگه. با وحید هماهنگ کردم برم شیراز خونه شایان. این کیه؟ آفرین، نمیدونم آسمانه چی 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 چی، آفرین بری. و امروز بچه چه خبرهای خوبی، چند نفر از بچه اومدن گفتم ما کارامون رو دوست نداریم، نمیخوایم کارمون رو انجام بدیم. گفتم آفرین، شدید مثل من دیگه، کاری که دوست ندارید انجام ندید. وحید که رفته گفته بابا همش دنبال پول باشیم، زمانمون از دست بدیم. بعد آفا هم که دنبال کار میگشت فهمید بهترین کاریه که بکنه با این بر اون بر بره. الان که 3 میلیون براش چند روز پیش واریز کردم، واریز که اون یکی 1 میلیون من واریز کردم قبل از این که بره، اون یکی نمیدونم فلان، تازه اینو قبول نکرد. کدوم رو قبول کنم، کدوم رو قبول نکنم، فلان اینو. بیا دیگه کاری که رو دلت باشه، خیلی خوبه دیگه، رو دلت هم عشق و اینا میاد. تمام صورتت بوتاکس و فیلتر باشه. اوکی بچه، دیدید اونایی که میگم بوتاکس و فیلتره؟ بیا دیدید من بوتاکس و فیلتر کردم دیگه، ایشو میگم بوتاکس هم فیلتر. خوبه. با وحید چه نسبتی داریم؟ وحید وحید من، من منم، نسبتمون همینی که همدیگر رو دوست داریم و برای همدیگه، یعنی واقعا وحید یه جمله خیلی قشنگ که گفته، گفته زیبا حتی یه کاری بگه من قبول نداشته باشم انجام میدم. رفته به یکی گفته که نمیدونم، به حبیب گفته، به حبیب اسلام نجات تو شیراز. حالا برید بگید برده های زیبا ناوک. خب اینم از این که چیزه راز زیبایی در خود بودن است. اینو بدونید، شما
هر چقدر برید از این بوتوکس موتوکس کره مره چی 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 از این نمیده اسماش هم نمیده. تو ایران چه کارایی بلدن، چه چیزایی. من یه دونه ماسک دارم، یه ماسک نمیدونم فوزیه به من داده بود مال 5-6 سال، ماسکم خراب میشه. از اینایی که پروبه است نمره برای امتحان گذاشته، من هی میگم اینو یه بار بزنم که این اند کاغذ شده همطور این چیز نشه. از اینایی که امتحانی میدم بعضی از فروشگاه ها، من روز هم اونا نزدم ببینیم چه جوریه. حالا شاید یه روزی واقعا به یه همچین چیزایی رسیدیم دیگه. ای کاش بودیم یا بردم تو خونهمون خوش بودیم. خوش و الان خونهتون هم دیگه زیبا. من از جیب بابام میدوزدم بهش بگم ها بابا تو بیار تو لایف، کافیه بیاد تو لایف کافیه. خب زیبا مامان خوبی بودی. من انقدر بچه بزرگ کردم، من هیچ کرم استفاده نمیکنم. خوب میکنی، همون چیزی که به خود بدن آدم به آدم میگه که چیکار کن. بچه بریم سوال رو تونتون اینا رو قراره که تونتون کوتاه کوتاه جواب بدم. خب بهتون بذار ببینم، 25 دقیقه گذشت زمانی که نوشین دروغ آب و قهوه رو گفت و تو کامنت ها به دروغش اصرار میکنه. آه هنوز باور دارید که واکنشتون مناسب بود؟ چی کجا بود؟ اونجا که کامل الان یادم افتاد. واکنشتون کی؟ واکنش کی؟ من؟ خب حالا یه بینه اون اومده ببینید شما دیدید اونا، ولی چقدر دقیق بودید شما. اون که آب بود و فلان بوده، حالا چیکار کنم؟ واکنش یادم نیست اون موقع چه واکنشی داشتم، هر واکنشی داشتم دیگه یادم نیست. بگید که اینو به تا بگم قبول دارم یا نه، ولی خب خودم خیلی قبول دارم. حالا هر چی که کاری که کردم خوب کردم، کار ندارم چی کردم یادم نمیاد، ولی خوب شد اینو یادم انداختید که نوشین آره اونجا جالب بوده. بعدش اینا رو سحر میاد به من میگه، خیلی هاشو من که نمیدم. خب این از این. زیبا جان در مورد بیماری غم و ترس از اون چی میدونی؟ خب میتونی صحبت کنی، الان فعلا مصاحبهش ندارم. بیماری خند و ترس هست، از هر چی که بترسی به اون مبتلا میشی. این هم آدم در آلمان یه از انقدر بیماری قند زیاده، انقدر زیاده. ببین اووه داشت از دوست پسرای من، اووه ینس زیا، زیا که حالا دوست پسر من نبود ولی خب حالا بر زیا که 500 بود. وای وای توفانی بریم یه زن توفان چیزه توفان ما رو ببره میاد پنجره رو ببندیم یکم بریم اینجا من رقصم نیستش. موبایل منو ببره ها زنی اقلا که آهنگر رو گذاشتم پس رو دره یه زنی ببندم هی تخت رو کنم. زیا که ینس زیا که فکر کنم دو سه تا انگشت چند در این رابطه که خودش اهمیت نمیداد، مدت ها که اصلا تو این رابطه اهمیت نمیداد. بعدش دیگه حالا این از این دیگه کیو بگم، هوشنگ داشت. هوشنگ از 40 سالگی همینطور انسولین و اینا. دیابت یه چیزیه که خوب خیلی راحت باش کنار میان دیگه آدم، چون با چیز داره دیگه، انسولین رو میزنی هر کاری که میخوای بکنی بعد از این مدتی عادی میشه. احمد پدرخوانده شماست؟ نه احمد، احمد احمده، هیچ نسبتی هم با من. من منتظرم سوالات تموم بشه بیام حرف بزنم. خب بیا بالا الان اصلا، بیا بالا ببینیم چی میگه. زیاد صحبت نکنی، بیا فقط امیر بگو. بیا بریم گو لایف سرل سپه سرلاک نمیدونم چیچه. بیا بالا بسه ببینیم. زیبا دوست دارم خیلی زیاد. خوبه مرسی. زمانی که نوشین اینو گفت خب ببین. آی مرسی من آوردی، حالت چطوره؟ خیلی خوشحالم، انقدر امشب انرژی خوب گرفتم از اون رقص اول تو، سوالات و حرفایی که میزنیم و عالی بود. خواستم بیام اول من سپهرم آخرین بار اردیبهشت بات لایف داشتم با هم حرف زدیم، بعد خواستم بگم از اون موقع تا الان خواستم بگم چه تاثیراتی بوده، چه پیشرفتایی کردم، چه کارا کردم. نمیدونی با انقدر من حسای بهتر تو زندگی همین جوری پله پله هی دارم بهتر میشم و هی میگم خدا، چه بگم خدا، این طبیعت این کارما هی به زیبا خیلی بده و براش بیاره. نمیدونی مثلا یه نمونه بگم، علاقم به غذا چقدر زیاد شده زیبا، یعنی نمیدونی با چه عشقی من
قبلا بد غذا بودم، اینو نمیخوردم اونو نمیخوردم، الان مامان میگه سپه اینو داریم، میگم اینو بخوریم اونو بخوریم، اینو نداریم اونو داریم. نه ایراد میگیرم به غذا، نه بد غذا، خیلی عالی شده. بعد یه ماجرای دیگه هم میخواستم بهت بگم راجع به این که میگی مثلا گمگشتاتون رو دنبالش نگردید، خودتون پیدا میشه. حتی تو وسایلی که گم میکنم همین رو دیدم. از اونم یه چیز جالبتر و مهمتر چیزای ذهنی، مثلا یه چیزی که خیلی درگیرم میکنه و من ازش میترسم، وقتی که رهاش میکنم میبینم مثلا اتفاق نمیفته. من داداشم از چند سال پیش تا این سالها وقتی خیلی بهش فشار عصبی میومد حالتهای مانی بهش دست میداد و خیلی به هم میریخت و من خیلی به هم، خودم هم خیلی به فشار اومد، اذیت شدم و اینا. ولی 8 ماهه تقریبا به یه طوری رسیدم رهاش کردم توی ذهن خودم. قبلا میگفتم اگه داداش همجور بشه چیکار کنم، چی میشه، خاک به سرم، دوباره این اتفاق میفته. زیبا باور نمیکنی از نظر شرایط زندگی چند تا شرایط خیلی سخت برای ما پیش اومد، ولی من چون رهاش کرده بودم و توی اون شرایط میگفتم حالا داداشم هم قاطی کنه قاطی کنه، نشد، قاطی نکرد. تو شرایطی که 100% من فکر میکردم این الان قاطی میکنه، قاطی نکرد. گفتم چجوریه، نکنه من چون دیگه ترسش رفته این دیگه قاطی نمیکنه. اینقدر خوشحال شدم. اگر نباشی به نگرانی وقتی یکی به کجاست کجاست ای وای نایمد بلان ولی دوی رو تو صحبت کن رهاش کردم، اصلا دیدم نشد و انقدر خوشحالم راجع به این. و باز یه چیز دیگه، من همش مادرم اضافه وزن داره، 72 سالش هم هست، فشار خون و اضافه وزن و واریس و فلان و اینا. بعد من همیشه میگفتم خدایا کاش مامانم به فکر سلامتش باشه، به فکر مثلا غذاش خوب کنه، لایف استایلش خوب کنه. باز همونم از وقتی که دیگه برام مهم نبود، نمیدونی مامانم 15 کیلو لاغر کرده. اصلا من هیچ کاری نکردم زیبا، من چند ساله میخوام این اتفاقات تو زندگیم بیفته. ماما اینجا فرده ماما دیگه اینجوری بهش نمیگم، باور میکنی؟ من قبلا میگفتم ماما اینو نخور اینو بخور، هیچی بهش نمیگم، خودش چیزای خوب میخوره، خودش کم خوری میکنه، پرخوری نمیکنه، 15 کیلو کم کرده، پیاده روی میره. بعد اصلا من موندم میگم خود من چیکار کردم؟ من میگم چیکار کردم؟ هیچ کاری نکردم زیبا، واقعا هیچ کاری نکردم، فقط تو ذهنم مسائلی که برام مهم بود رها کردم به حال خودشون. تو باش همه چی داره خوب میشه. خلاصه که انقدر من این حسا رو داشتم و انقدر که سپاسگزار بودم از تو و دوست دارم، گفتم فقط من یه لایو چند شبم هی همش دارم تلاش میکنم یه چوری بتونم با حرف بزنم، گفتم من اینا رو به زیبا بگم که از اردیبهشت تا الان چقدر پیشرفته خوبی کردم. در رابطه کتابات ترسیده بودی اومدی گفتی زیبا لایو منو بردار، گفتم آره. من ترسیدم گفتم الان مامانم چی میگه اینو لایو رو میبینم، گفتم خب ببینم. بعد دیگه خودم آروم کردم. خلاصه که خیلی خیلی خوشحالم و خیلی دوست دارم راجع به کتاباتم. اون موقع به من گفتی کتابا رو برات میفرستم، بعد من منتظر بودم مثلا حسش بیاد، چون من آدم کتابخون نیستم، تا حالا کتاب نخوندم. گفتم میخوام روزی کتابای زیبا رو بخونم که حسش باشه، نه که بگیرمش بذارمش تو کتابخونه خاک بخوره. منتظرم تا اون حس کتابخونی من بیاد، قشنگ بشینم با حوصله خون کتابا رو بخونم. طرفای گفتم بعدی بروجه پارک سماورداری خلاصه که زیبا، خیلی دوست دارم. یه حالا خیلی هم هر یه موضوع دیگه هم بگم، من با دختر داییم همیشه میبینم لایواتو، بعدش گفتم ببین چقدر زیبا راحته، چقدر رهاست و اینا. یه موضوع الان تو ذهنم، من گفتم اینم راجبش با صحبت کنم. گفتش که درست میگی سپه، راحت آزاده و رهاه، ولی همین مجازی هم باز انگار یه چیزی که بهش عادت کرده. گفتم خب من تو لایو بعدی اگه باش حرف زدم اینو بهش میگم، ببینم نظرش راجب این که بگم تو به مجازی عادت کردی، به لایو گذاشتن، به ارتباط با مردم، نظر خودت راجب این چیه؟ این به نظرت مثلا یه پایبندی خودش نیست؟ ببینم مثلا خودت راجب ببینیم ما میخواییم حالا چی؟ میخواییم مثلا ببین تو همین الان دوست داری الان بری مثلا بری مواد مخدر مصرف کنی نهایت دیگه. خب من به کسی نمیگم که تو این کار نکن، برو اون کاری که بکن. الان طرف میخواد بره موبایل بگیره همش نگاه کنه، بچه هست مثلا فرض کنه، میره میگه که آخه پایبند شده من چیکار کنم، وصله وابسته شده فلان شده.
ببین این بچه منی که الان هستم، خب اگر سیستم زندگی، مسائل زندگی، نظافتم، پولم، کارای خونم، نمیدونم تمام برنامه ریزی های دیگم وقتی سر جاشه این موبایلم دارم، خب حالا داشته باشم، میخوام حتما چی؟ الان من عادت به این کردم که مثلا فرض کن یه عادتی که دوست داری بهت لذت میده عصای دستت شده، عادتی که مفیده، داری ازش استفاده میکنی، داری ازش سود میبینی، حس خوب میگیری. آره من چرا الان که نه؟ اصلا آقا بگید شما عادت داری به لایو، شما عادت، بله عادت دارم، اسم نمیذارم، من دیروز نمیخواستم لایو بذارم، نذاشتم. آره حس من بیاد میذارم، حس من بیاد نمیذارم. من امروز چند روزی که میخواستم پاسخ به سوالات بذارم، کارهای من زیاد شده. حالا این خانم پروفسور دیگه، این خانم دخترداییه تو رو میگم، خب که داره نگاه میکنه، خانم اصلا برین، من الان میخوای عادت رو از من بگیری؟ خب هر وقت من به تو مراجعه کردم گفتم که من الان گوشی اذیتم میکنه، تو بیا برای من یه راه حلی بده. من همین الان کسی که الان داره اصلا هروئین میکشه، دوست داره هروئینو، برو بس بکش. هیچ وقت تو نمیتونی کسی که یه چیزی رو که دوست نده، خودش نیومده سراغه، تو بیای ازش بگیری. درست نیست، مگه در رابطه با مامانه اینو نکرو، اونو نکرو، این کار درست نیست. حالا این دختردائی شما هم شده برای ما پروفسور در رابطه با این. آقا به اندازه تو شعور داریم که بفهمیم که چی زندگی من باید چه بگذره دیگه. خب حالا یه موقع من یه نمیدونم از نظر اگه بیاد طرف بیاد زندگی منو نگاه بکنه ببینه من مهمونمه، نمیدونم کارهای نظافت کنم، روابطم، کار مالیم، کار نمیدونم همین چیزی جای خودشو داره. ببینید چقدر من همین الان اینجا هستم، دارم برنامه های شیراز و تهران و ده تا دورمی رو من منیج میکنم. خب با چی هست؟ بیام به خدیجه خانم بگم، به خانم نمیدونم فریبا خانم بگم که خانم بیاد با تلفن با من چیز، این ابزار الان دیگه. شما دیروز تلفن نداشته باشیم به تلفن عادت میکنیم، موقعی این ابزار که در خود که اشکال نداره، که موقعی هستش که تو آزار میده به تو اون مسئله است. خب بفرمایید. مرسی مرسی اینو جواب دادی زیبا، قربونت برم. باز دوباره من راجع به بری بایی میخوای بری که اگه دوست داشتی بیا توی چیز بچه این موم شد، گفتم آقا نخورم، نخوردم زیبا، باور نمیکنی جوش نزنم با اینکه یه قرصی میخوردم واسه جوش، قطعش کردم پوستم بهتر شد، پوستم بهتر شد. اینجوری میشه ویتامین بابا، هی آدم رو چیز کردم ویتامین. ما تو ایران بودیم ویتامین به آمپول به کمپلکس میزدیم، بابا اصلا یک چیزایی میزد، یک کار میکردیم مسخره بابا. خودتون رو رها کنید بچه ها، رها کنید نتیجه هاشو میبینید. مرسی زیبا، مرسی، ممنون، بای بای، خوشم اومد، بار کرده، دوست داشتی بیا تو گروه ما. خب اینم از این، چه پسر خوبه، خوبه، ممنون. آره دیگه وقتی ذهنش، حالا فرض کنیم به مامانا همه دیگه اینقدر بدم میاد که یکی بگه اینو چرا این به اون نمیاد، اونو به این نمیاد، این به اون نخورد، اون به این چیز نکن. بابا میتونی برگردی به که زیبا مثلا فرض کنی چقدر سیاهدونه چقدر خوب چیزه، ولی هی انرژی منفی هی چیز کردن. خب زیبا داره با موبایل به ما آگاهیم. آره موبایل الان، موبایل چیز اینترنت و اینا الان تمام. الان امروز صبح خیلی جالبه، ما نرفتیم یه داره، قبل گفتم ای چقدر راحت شدیم الان، قبلا برای هر چیزی ما الان قبلا چیز میکردیم، نامه نگاری، تم بزن، فلان کن، بهمان کنی، الان تو همینا رو با ایمیل میفرستی، بعدش چیز میکنی، ترمین یا وقت اداری رو خیلی قشنگ از طریق چیز انجام دادی.
چقدر رو بری کاغذ بکش بشین صدات بکنن کجا هستی؟ به من گفته بود ساعت 9 وقت شماست. درست در ساعت 9 هم امروز به من زنگ زد. چقدر راحت با چی زنگ زد؟ تلپاتی نکرد که، با همه موبایل زنگ زد دیگه. خب میخوام بیام تو گروه چون نمیتونم زیاد آزاد، میترسم تو منو خیت کنی، امکانی زیاده. اتفاقا یکی از بچه ها یه خانومی بود که چقدر از من ابراز عشق و فلان. آقا دیروز ما تو گروهمون از عراق بود، اسمش هم سمیرا بود، اونم سمیرا از عراق اومد و من بهش گفتم یه چیزی، گفت آقا اینجا ایران فلان بهمان، گفتم باز دوباره شروع شد نظرهای جامعه شناسان. حالا گفتم اینجا ایرانه، مثل که ما نمیدونستیم اونجا ایرانه، ما داشتیم با چین حرف میزدیم. برگشتم یه دو تا حرفی زدم، من خیلی ناراحت شدم، تو با من خشم برخورد کردی فلان کرد. گفتم ما اینجا سانسور نمیکنیم خودمونا، اینجا سانسور نمیکنیم حرف. حالا اگر قراره با یه دونه تقی به توقی که میخوره، با یه دونه چیزی حرفی که زدیم تو چیز که، گفت لفت میدم، لفت داد. گفتم باشه بای بای، الان ممکنن که تو هم بیای خید. بابا زد ضربه باید بشه. بیای چقدر من خید شدم تا حالا، انقدر خید شدم که دیگه اصلا خید شدن و خنده داره برام. چند سال آلمان زندگی میکنی؟ من چیز چند سال 1924 سال. زیبا جوابشو بده، میگه استرس دارم. چی شده؟ حالا هارداده نمنده دسته. بابا این قرتی بازی دسته چی شده؟ چیه قرتی بازیه؟ انگشترم پیدا شد. آره بچه واقعا دنبال چیزی که گم شده نگردید، گم شده هاتون رو بذارین خودش پیدا بشه. گفتم حالا همه چه که رفته رفته دیگه، حالا ببینید. یا بیشتر فکر اون دختری بودم که اون خانمی بودم که عاشق این انگشتر منه، این گفت اینو به دست من برسون. گفتم الان اون تو لایف میگه ای بای گم شده گم شده، زیبایی به چه به زبان آلمانی تسلط داری؟ تسلط اردنبیلی دارن که قشنگ همه حرفامو میزنم و نمیدونم دیگه، به هر حال اینقدر کتاب بتاب و فلان و بهما، ولی غلط کلوت خیلی حرف میزنم. وقتی هم بعض وقتا میخوام مثلا گیر میکنم، مثلا یه دفعه میبینم که اصلا حسم نمیاد، یه سرش داره میکلش توفه چیزه مثل متوسط. زیبا عاشق خنده ها تم از برای آلمانی بیام سخنرانی میکنم. یه بار توی جایی داشتیم چه سخنرانی میکردیم، گفتم بابا من خیلی غلط بودم، گفتم نه خیلی روان و خوب حرف میزنی. گفتم آره به خاطر اینکه با حرف دل دیگه. حالا یکی میاد اینقدر همه گراماتیک همه اینا رو درست میگه، ولی اینقدر میپیچون، اینقدر مواظب لهجهش فلان، بابا حرفش هم یادش میره. بابا چرا بابا چرا؟ یه دفعه یه وسط آلمانی فارسی قاطی کردم و یه دونم دیده دوتام ترکی حرف زدم. گفتم یاد بگیرید دیگه، هری مری هم یاد بگیرید. زیبا نهار چی خورده بکنم؟ بعد از لایف کله جوشه بخورم. اینم بیا اینقدر گرستم شد که اینم بیا کله اینا رو هم یه سه تا دونه نونم هم سه تا مونده کله جوش بخوام اینا رو بذارم. نهار چی خوردی که از من گروه بلو خوردیم؟ گروه بلو. بعدش هم رفتم دوش و بعد دیگه حالا بیام ببینم اگه بشه یه ذره اون کله جوشه رو درست کنم. دو تا سیب پیاز گذاشته بودم اینجا، شایدم نخورم دیگه اینجوری که الان بگذرم. کی منو بگی ازدواج کردی؟ ازدواج دو بار کردیم، داستانش تو کتابم هست. خب اتور بابا اتور بابا اتور یاد بگیر. بچه ها الان تو خیلی ها توی چیز ترکی یاد گرفتن. حالا هی سپر هم جنس گراست فلان. بابا هم جنس گراست اصلا بگو همه جنس گرام. یکی از من پرسید زیبا هم جنس گرایی؟ گفتم نه من همه جنس گرا هستم، ما اصلا همه چی گرا هستیم. سپر خوشم میاد، چرا انقدر دیکتاتوری؟ چون بابا هنوز کجا شدیدید؟ من میخوام آرزوم اینه که دیکتاتور بشم. حالا کجا شدیدید؟ اون دیروز تو لایوم صحبت کردم دیگه، برگشتم گفتم که چیزه میخوام مثل خدا دیکتاتور بشم. زیبا خیلی مشتی هست. مشتی زیبا امشب شنگول میزنی؟ بریم منگول هم بزنی چیکار کنیم؟ ما نخورده مستیم دیگه. حالا ببینیم اگه کله جوشو بخوریم چی میشیم. خوبه که نخوریم.
آره این بچه ها که اصلا وقتی به خصوص این شایان و اینا رو دیدم دارن آرایش که موهاشون رو میزنن اینا، خیلی انقدر آهنگای قشنگ گذاشتم، خیلی کیف کردم. آره حالا باهاشون دعوا داریم، حالا دعوا سر جاش، کیف سر جاش. از یه صندوق دعوا سر جای خودشه، صندوق کیف هم سر جای خودشه. زیبا نونت اسمش چیه ایرانه؟ بابا خودم هم اسمشو نمیدونم. ویل کوین دیگه، هر نونی بیاد ما میخوریم دیگه. از لایو ظهر شنگولی؟ آره از لایو. آره امروز نمیدونم خودم دیگه خوشه. یه دفعه میدید تلاپی دیروز رو داره در میاره، دیروز پریروز بود کله جوش رو چجوری درست میکنی. بیاین با سوالای بچه ها ببینیم، کله جوش رو بزنی سرچ کنیم. منم از اونجا زدم سرچ کردم درست کردم، نمیدونم چیکار کردی اونو، کله رو با جوش درست کردی شد کله جوش یه چیزی درست کرد. من بیام تو لایو سی با جان اصلا نمیدونم ام دی اچ فلان فلان فلان، نمیدونم کی هستی، نه هویت داری نه چی، بیای بالا بشی برای ما پیام بازرگانی دیگه. چه کی میای ایران؟ وقتی که اون حس قدرت من، قدرت در وجود من ایجاد بشه، اون حس باید در وجودم ایجاد بشه، میاد یه دفعه دیده پا میشم، ولی حس میکنم داره نزدیک میشه. زیبا چی؟ چنگال سبزت پیدا شد؟ آخه نه نمیدونم، فکر کنم تو توالت انداختم، این کوچیک بوده اینجوری که آب رو ریختم، فکر میکنم تو توالت رفته. رفته که رفته دیگه، وقت داره خوش رفت دیگه، هر کس رفت خوش رفت. خوشحال ایران رفت جام جهانی، اصلا نمیدونم کجا رفته ایران، کجا رفته جهان، کجا دیگه ما بدونیم چی شده از جام جهانی. با ایران ایران اوج، کجا ایران ایران، من زیاد ایرانی نیست، ایران از این وطن پرست اینجور چیز نیستم. یه موقع یه دفعه میبینم یکی میاد خیلی پرسپولیس پرسپولیس میکنه، میگم خب بابا اون یه زد اون یکی کیه، تازه فهمیده بودم استقلاله، میگم خب بابا استقلال، اون یکی وقتی میگه استقلال استقلال میگیم پرسپولیس، وقتی دو تایی با هم هستن میگیم بابا اون یک، باید همه با هم دیگه چی ایران ایران بلکو بابا. زیبا انگشتر پیدا شده. آره بریم ببینیم تون تون زیبا آرزو رو بیرون کردی؟ آرزو خودش نفتاد، کجا بیرون کرده، خودش نفتاده، بیرونش کرده بودم چیز میشد ولی خودش لفت داد رفته. حالا زیبا جون، جون عمت من رو جواب خون توی مقعدم زیاد اومد، ترسیدم. چی شد؟ پیاز بذار دیگه، اشکال نداره، منم اینجوری پیاز بذار، پیاز بذار اون، بیا از توی تلگرام اون پیاز درمانی مو بذار، پیاز اینجوری یاد دادم دیگه چیکار کنی، اینجوری اینجوری ببر بغلش بذار توی همون جایی که خون داره میاد، یه روب دیگه بعد خونش قطع میشه. زیبای از رازهای مگو بگو، از رازهای مگو، هر روز هم رازهای مگو همونه، همین است دیگه. بابا نه بابا زیره میزم بس نگاه کردن، امروز نگاه کردن چرا میزه زیره. آخه شما چقدر جالب با مزه، ولی فکر میکنم که چیزش پیدا میشه، حالا نگرانش نباشه اگه اینجوری چیز باشه، چون یه بار من داشتم من تو آبر میرختم میدادم ای چنگل کوچولو هستش در چیز کردم، شاید اینجوری چیز شد. زیبا نمیشه بزن. زیبا چشمش عفونت کرد، از تو یاد گرفتم درباره آب لیمون خوب شد. آره یکی هم چای بابونه ضد چیز عفونت هست، چای بابونه کامل انتر. خب آره کسایی که میخوان برن سراغ آرزو که برن دنبال، بری لایف بذارید، مخالفای من سمانه و اینو و مانه و اینا برن دنبال چیز باش لایف بذارن، از گروه ما لفت داده یک نفر از بردگان زیبان آبک نجات پیدا کرد. خب بردگان زیبان آبک، زیب خونه شایان تمیز شد، عکس خونه تمیزشو بگید بذارن یه دونه یه گوشه، امروز عکس دیدیم چقدر تمیز شد و باور نکردنی بود، اصلا ما فکر نکردیم که انقدر ما چیز کابینت و چی بود پارکت و اینو خیلی یکی از بچه ها اسمش چی بود محرو، اون داشت جاته میکشید و خیلی خوب خیلی خوش که من پرسیدم اونجا کجاست، گفتم خونه شایان، خیلی خوبه. خب هر شب یه قطره زعفران تو چشم بریزید برای عفونت، چه جاله بگه هر شب یه قطره آب زعفران بریزید تو چشم برای عفونت، عالیه. نه نه خیلی خوب. خب اینم از اینو تون تون بریم چی جون، چه کودی آه زیبا چه کودی به گلات میده. اولا که بابا اینقدر یه کودی دارم که اصلا فکر کنم چند ساله، 10 سال اینا اینجور میده
این چیز اون آبکی ها اینا هستش. گولام که دیگه چیز نیست دیگه، زیاد گوله چیز ندارن دیگه. کود یا خوب شد یادم انداختی یه ذره کود به اینا بدم، از این مدت در دو ساله به اینا چی ندادیم، یه ذره کود یادم انداخته خوبه بیادم. امشه از هم فکر، آره امشه از فکر سورپرایز نهار خونه آذر خوابت نمیبره. آره شاید احتمال داره، چون یادتون از اون موقعی که از چیز برگشتم نهار این چنینی نخوردیم دیگه. چیه از پیش سهیلا اینا، از که دیگه نهار اینجوری نخوردم. آره بریم بریم دیگه بریم. آره شاید خوابم نبره که خوبه. به کلی کارهای بچه چهار نفری تمیز کردم، فرشاشو داد قالیشویی. نمیدونم باشه، شایدم داده باشه، خوبه فرشا رو بدن قالیشویی. نه نمیدونم از کجا میدونید. چه جالب خبراتو رو، خبرها رو دارید شما. من برم تو پیج آرزوه برم یه نگاهی بکنم. بچه 10 دقیقه مونده، تونتون سوالای شما رو هم جواب بدم. این گروهی که میگه کجاست، این گروهی که میگه کجاست توی تلگرامه. بعدش شما بیاید از اینجا چیز کنید، همین اسکرین شات بگیرید، بعد بیاید اونجا، من شرایط براتون میفرستم. زیبا این لباس از کی بهت رسیده؟ از پوزیه. سمانه رو دوست داری؟ سمانه رو بدن نمیاد، درسته زمانه دختر بدی نیست، به خصوص اون موقع که دوست که ندارمش، ولی چیزه بدم هم نمیاد، دختر بدی نیستش. این جریان چیزه، اول یه کلیپ از من رو لایک به من برداشته گذاشته اونجا، من رفتم امروز لایک کردم. نمیدونم چی شده بود، یک رفتم یه استوری یه استوری کرده بود برای من فرستاده، اومده بود دایرکتم، استوری ها رو باز نکردم ببینم، ولی همینجور خودشو زدم پیجشو دیدم کلیپ من، رفتم دیدم ای چه قشنگ چه قسمت، 8-9 دقیقه کلیپ منو گذاشته، خودم دانلودش کردم، خوش آمد. گفتم ازش تشکر کنم، به هر حال کاراش جالبه، نداره تمام کانال رو داره میذاره اونجا دیگه، خیلی خوبه. بعدش دختر وقتی هم که چیز اول سمانه خیلی هدیه های خیلی خوبه به من داده، به هر حال اون هدیه رو درسته که من دادم به چیز، ولی هدیه هاش خیلی قشنگ بود. اتفاقا یکی از بچه ها از این چیه بکنم بهتون بگم، همین مال صبونه که میخوریم اینا، گفتی با اینا رو ما از کجا بگیرم؟ از توی ایران، از همین سمانه بگیرین. یه دونه آب خوشگلش رو داده به چیز، آورده داده به آفو. دختر بعد یه نیست خوب، یه ذره داره مبارزه میکنی، ذره بزنی مبارزه میکنی دیگه، نداره خوب. بعدش هم که اون موقعی که داشت برای آرزو پول چیز هتل رو میخواست بده، یعنی یه ذره معرفت توش هست، یکم الان داره انتقام میگیره، شیوه انتقامش هم بعد نیست. حالا بذاریم هم میکنم، فقط زیادم بی تربیت نیست، یه ذره حرفای چیز میزنم، زیادم بی تربیت نیست. خوبه بعد نیستی. با پول اینترنت رو چه کسی میده؟ مال منو؟ نه خودم میدم، نزدیک چقدر 30 یورو اینترنت خونه است، 10 یورو هم اینترنت گوشی من. خب نماز چرا به سن و سالت لباس نمی پوشی؟ به خاطر اینکه من خودم فراسنیتی فراجنسیتی، من به دل و قصد چیزه، حتما بیام به سن و سالم به طبق چیزای تو برو به همون سن و سال خودت لباس بپوش، همون هر سنی هم که داشت اون القاعاتی بهت که کردن همون انجام بده، ما کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. خب اینم که جواب این آدمی که یعنی احمق دیگه، چی بگیم دیگه، مثلا فکر بکنم آدم هم باید به سن سال بود به نظر چی به من رو بشن به شب اول قبل فکر کنیم نظر چی دیگه، الان داریم چیز به فکر کلنگه باشیم و بریم تو مسجد و اینو، نظر چی؟ آره دیگه با شما باشه که دیگه باید از 20 سالگی به بعدم به دختره میگم پیر دختر، تو سرش میزنم فلان میکنه، اصلا چی تفریح لذت. خوشحالم که به چیز نستازی با بهت نمیخوره گدا، بهت نمیخوره گدا و ندید بدید باشی.
هستم باور کن، خیلی ندید بدید، خیلی چیزا رو ندیدم دیگه. حالا گدام که نمیدونم، منظورتون اینه که از دیگران خیلی چیزا میگیرم؟ آره میگیرم، اگه این منظورتون به اینه که هم پس هم گدا هستم هم ندید بدید. زیبا تولدت کیه؟ من تولدم اسفند. به دختران میگن ترشیده، این دیگه این احمق دیگه چی بگه دیگه. زیبا ما رو دوست داریم، من نمیدونم تو کی هستی، خودم رو دوست دارم، بعدش هم لایبام رو دوست دارم دیگه. وقتی که میام اینجا شما هم حرف میزنی، ازتون یه سری چیزا یاد میگیرم، این باعث میشه که من این لایب رو دوست داشته باشم، چون تو لایبم شما هم هستید، این فیدبک دوست داشتن به شما برمیگرده. ولی نمیتونم بگم شما رو مثلا اونجوری، برام مشخص کسایی رو دوست دارم. فعلا داره دوست داشتن من به سر خیلی زیاد میشه، خیلی واقعا احساس میکنم این یه دوست داشتن، واقعا وقتی میبینمش حس خوبی پیدا میکنم، مثلا دوست داشتن رو حس میکنم، داره بیدار میشه در رابطه باش، خیلی حسای خوبی پیدا میکنم. وحیدم امروز بهش گفتم احساس میکنم که این دوست داشتن یه رابطمون داره وارد یه فضای و چیزای دیگه میشه. بچه ها به واسطه دوست داشتن انسان به کسای دیگه به واسطه اشتراکاشون بیشتر میشه. خب منظورم این تیپ سرمایه‌دار فودالی داری که به فقیر فقرا نمیخوره. خب برای اینکه من هر کس هر چیزی که میده میگیرم دیگه. شما نگاه کن اون خاص ثروتمندا لباساشون رو که میخوان چنج کنن، هی میان میگن که خب به کی بدیم؟ به کسایی که بدیم که دوست دارن. و بعد مثلا فرض کنید که منو میشناسن، میگن زیبا ما این لباسا رو داریم، فوزی من نمیدونم از کجا پیدا میکنه اینا رو. میاد میگه اینا رو برای لایوات بپوش. من که نمیرم که اینا رو بخرم، من اصلا نمیدونم این چی جوریه، خدا نکنه. خیلی ولی خوشگله، خوشگله این چه لباسایی که برای من الان سمیرا فرستاده، نمیدونم بوده، نمیدونم چیز نونا بودم اونجا داده بود، خب خیلی خوشگل بودن دیگه. خب اینا میدم ما میگیریم راحت، واسه همین میشیم سرمایه‌داری فودالی پولاگوارا این چیزایی که هست. وگرنه من خودم که چیز ندارم. خب بریم ببینیم بچه فردا صبح صبحانه چه فردا صبحانه بچه ها احتمال زیاد صبحونه بی صبحونه جان که داریم، شاید فردا آب درمانی داشته باشم باتون. اگه شاید آب درمانی میذاریم که حسابی دیگه کشته بشیم برای اون غذای بای 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 ندید بدیده، ولی ندیگه حالا یه ذریعه چیزی میخوریم. زیبا به نظر من یس از سحر چی چی رفت بالا. زیبا خدا چی اصلا بچه جیجی چیز شده نمیدن. آهان یه دونه یه دسته پیام ها چیز شد نمیبینم. غذای مورد علاقه چیه؟ من در هر لحظه همه غذاها رو دوست دارم دیگه، وقتی گشنه باشه همه رو دوست دارم، یه موقعی هم که غذا رو تک من به لحظه نگاه میکنم، من همه غذا رو دوست دارم. آرزو نگفت چرا تو تون خونه، چطور تون خونه دوام آورد هر روز؟ آرزو داره چهره آرزو رو ببینید توی عکساش، توی ایناش اصلا داره خنده هاش، صورتش اینا هر روز داره تون خونه زنده تر میشه. من توصیه هم اینه که بچه های شیراز برن تو اون خونه، خیلی حالشون خوب میشه. احتمالا خوراک میگو داره. اوی 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 میگو دوست دارم. آره راست، غذای دریایی رو خیلی دوست دارم. آره خب ندا ندا دختر عموی شایانه. بچه ها دیگه بچه ها بیاییم بلش کنیم دیگه، داره 57 دقیقه به این 58 دقیقه شد. این آهنگ رو بذاریم، این آهنگ خودش 8 دقیقه است. بریم یه ذره تو بالکنم یخ بزنیم چیزه. امیدوارم فقط این لایبه به خاطر این چیز زیر بغل تو اصلا به سنت نمیخوره، اصلا به سنت نمیخوره. شیرازی این کپیا بریم یخ بزنیم. الو بهتون زنگ میزنم. وای وای وای
بای 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 بای